پیش فروش خودرو در ایران به روش بخت آزمایی میلیون ها تومان کمتر از قیمت بازار. پایان فساد و واسطه بازی یا توزیع رانت در میان بخش کوچکی از مشتریان. این سوال من در 60 دقیقه امشب از یک روزنامه‌نگار اقتصادی و یک کارشناس بازار خودرو است. در ادامه برنامه امشب، پرونده هسته ایران روی میز شورای حکام. آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی فوری به دو سایت در ایران شد. اتهام دخالت ملکه بریتانیا در حوادث 28 مرداد در ایران. مستند جدیدی میگوید کل ماجرا برداشت اشتباه سفیر وقت آمریکا از متن یک تلگراف بوده. آره، ما رو خانه نشین کرد. فعلا در قرنطینه و علائم چند روز پیش. و در ادامه مجموعه روایت‌های شما از دوران کرونا از تجربه این شهروند اهل هرات می‌شنویم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ده‌ها هزار متقاضی خوششانس در ایران در یک قرعه کشی برنده شدند که اگر همه چیز مطابق پیش بینی پیش برود، هر کدام بین 25 تا 80 میلیون تومان سود می کنند. دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام کردند که 75 هزار دستگاه خودرو را به قیمت کارخانه و با قرعه کشی پیش فروش می کنند. این که خودروها به چه شکل و چه کیفیتی در اختیار مشتریان برگزیده قرار گیرد هنوز خیلی روشن نیست. تقریبا همه جای دنیا تولید کننده ها به دنبال مشتری است، ولی چرا در ایران مشتری برای محصولی که هنوز تولید نشده سر و دست می شکند؟ قیمت تعیین شده بسیار پایین تر از بازار آزاد است، ولی آیا موضوع به همین جا ختم می شود؟ حرف و حدیث ها از انحصار و فساد و واسطه بازی کم نیست، ولی انتخاب اتفاقی ده ها هزار نفر برای دریافت خودرو چه گرهی از این مشکل باز می کند؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از شیدا هوشمندی. اولین برنده ما میشه عدد 50. قرعه کشی برای پیش فروش خودرو نزدیک به 1200 میلیارد تومان رانت توزیع کرده. برندگان از بهمن 99 استقبال از این قرعه کشی ها که فروش فوق العاده نام گرفته قابل توجه بوده. در دور نخست بیش از 5 میلیون نفر برای قرعه کشی ثبت نام کردند. علت استقبال از این بخت آزمایی رانتی است که توزیع می شود. این رانت نتیجه فاصله فاحش قیمت کارخانه‌ای با قیمت واقعی خودروها در بازار است. به طور نمونه در بین 45 هزار دستگاهی که ایران خودرو با قرعه کشی پیش فروش کرده، پژو پارس 80 میلیون تومان و پژو 206 و پژو 405 60 میلیون تومان کمتر از قیمت روز بازار فروخته شدند. در میان 30 هزار دستگاه خودروی پیش فروش شده توسط سایپا هم اختلاف قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار بین 26 میلیون تا 30 میلیون تومان است. بنابراین برندگان خوشبخت این بخت آزمایی فقط با ثبت نام در قرعه کشی معادل این مبالغ سود کردند. دولت با تأکید بر سلامت قرعه کشی رانت توزیع شده را عادلانه می‌خواند و از این رویه غیر متعارف دفاع می‌کند. البته این رانت در آگهی‌های تبلیغاتی خودروسازها تخفیف نامیده می‌شود. رانت توزیع شده میان برندگان این قرعه کشی در مقایسه با آنچه به خودروسازی‌ها رسیده ناچیز است. در شرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حاکم است و تأمین منابع مالی چالش عمده‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی است، خودروسازان دولتی با این قرعه‌کشی‌ها توانستند در مقیاس 1000 میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند. آن هم در دوره‌ای که رکود حاکم بر اقتصاد جهانی باعث شده خودروسازان بین‌المللی تسهیلات تازه‌ای به مشتریان خود بدهند. تولید کنندگان خودرو در برخی از کشورها برنامه‌های تازه برای فروش قسطی ارائه کردند. اما خودروسازان در ایران تمام مبلغ را با افزایش قابل توجه نسبت به قیمت‌های چند ماه گذشته دریافت کردند، آن هم قبل از تحویل خودرو به مشتری. خودمان شکایتمان با تزوری اتفاقات اخیر چند برای عدم ایفای تعهد و عرض کنم خریدها اتفاق میفته، خود رو جزو کالاهایی که به لحاظ درصد بالایی در شکایتمان داره.
سرازیر شدن این حجم منابع به خودروسازان در عرض چند روز حساسیت برانگیز است، به ویژه آنکه پرونده های قطور فساد در خودروسازی هنوز در مرحله رسیدگی قضایی است و در یکی از پرونده های مرتبط با فروش خودرو در سایپا متهمان اصلی حکم اعدام گرفتند. همچنین مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود نتیجه تحقیق و تفحص از دو شرکت اصلی خودروساز را منتشر کرد که فهرست بلند بالایی از فساد اقتصادی و تخلفات مالی و اداری را شامل می شد. برای همین خودروسازان برای قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی‌های اخیر با دستگاه‌های نظارتی هماهنگ بودند. به طور نمونه در مصوبه کمیته خودرو که فروش محصولات پیش فروش شده را برای خریداران تا یک سال ممنوع می‌کند، نمایندگان دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی حضور داشتند. ارزش بازار خودرو با وجود کاهش تولید به دلیل تحریم‌ها همچنان قابل توجه است و تا 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این بازار مورد توجه آن دسته از نهادهای عمومی و نظامی است که می‌خواهند نفوذ خود را در شرکت‌های خودروساز افزایش دهند، موضوعی که به هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی اهمیت می‌بخشد. شیدا هوشمندی، BBC. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل و تحلیلگر اقتصادی از تن کابون در شمال ایران با ماست و همینطور نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار روزنامه آسیا از تهران. آقای مهاجر، توزیع خودرو با سیستم قرعه‌کشی چقدر معمول چنین کاری؟ و خودتون از بخت‌آزمایی نام بردید. سنت خود رو هیچ وقت غیر از این نبوده، یعنی در تمام سالهای بعد از انقلاب این که گفتن خود رو یک کالای سرمایه‌ایه، یعنی که آدم ها رو این سرمایه گذاری کنن، روی این کالا سرمایه گذاری کنن، یعنی از شکل یک کالای مصرفی خارج شد. دومیه که در همین حالی که الان قرعه‌کشی میکنن، هزاران خودروی انبار شده در گاراژها، توقف‌گاه‌ها، پارکینگ‌های مختلف کشف میشه که اشخاصی سرمایه‌گذاری کردن، خریدن به امیدی که گرون بشه، و چون میدونن که گرون میشه. ما مقادیر بسیار زیادی از اواسط اسفند پول وارد بازار کردیم به بهانه‌های مختلف، از جمله هزینه‌هایی که کرونا تحمیل کرده و افزایش های شدید در حقوق دستمزد کارگران و کارمندان، پول زیاد اومده. و اینکه احتمال اینکه قیمت ها بالا بره، خود دولت هم به این دامن زده با تورم های بالا. حداقل خودشون 22% پیش بینی کردن که در سال آینده تورم رو کنترل بکنن. اگر موفق بشن تازه این 7% از بهره بانکی پایین تر، یعنی همزمان 5% بهره بانکی آمدون پایین. بنابراین پول زیادی در دست مردم هست که سرگردانه و نمیدونن چی کار کنن، در کجا بکار بکنن. یه بورس نمیتونن ببرن، بانک دانش ندارن و اونجا خیلی سهل بسیاری نیست. همه نمیتونن مقررات بورس یا بگیرن، اعتماد بکنن، با پولشون بازی کنن. طلاب و سکه و عرض هم فرگان به بومبست رسیدن، میاد میرسه به کالاهای سرمایه‌ای. اینجا میبینید که این شما که اسم میبرید متقاضی، اینا هیچ کنشون متقاضی نیستن. یعنی ما تقاضی نداریم در وضعیت که ما در رکود هستیم، درآمد مردم کمه، قدرت خرید بی نهایت کم شده و مخاطرات پیشروی اقتصاده که کرونا خودش تحمیل میکنه، ممکنه دور موج دوم کرونا واحدهای صنعتی هم تعطیل بکنه. در این وضعیت این تقاضای بالا که 4 میلیون نفر 5 میلیون نفر سفرنام کنن برای خودرو و ما قرعه‌کشی بکنیم، یک تقاضای کاذبه، یعنی اون تقاضا برای مصرف نیست. به امید همون پولهایی است که شما خودتون گفتین، میلیاردها پول به صورت راند تقسیم خواهد شد. حالا اگر قرعه‌کشی میکنن شکل عادلانه‌تر به خودش میده، ولی ما همیشه این سیستم داشتیم. در همه جا که ما بحران داشتیم این بود. من یادم که یک زمانی ما حتی بلیطهای ژاپن قرعه‌کشی میکردیم، در استادیوم آزادی جمع کرده بودیم ده‌ها هزار نفر که ببینیم که به کی بلیط بفروشیم، به کی نه. بنابراین این تقاضا رو ما ایجاد کردیم خودمون، خود دولت. ما فقط در یک دوره کوتاه نیست اینو مهار بکنیم. زمانی بود که صندوقی درست شد که ما بود تفاوت بهای کارتونی خود رو در قیمت خیابون میرفت داخل اون صندوق، به نفع صنعت خود رو، توسعه تکنولوژی دانش فنی خود رو سرمایه‌گذاری بشه. از اون زمان به بعد ما دیگه اینو نداریم، یعنی پولی که صنعت خود رو میسازه در حقیقت برای خود صنعت خود رو نیست، در بیرون تصیبه اسمانی میشه که برای دریافت این پول ها سرمایه گذاری میکنه.
آقای جمشیدی، وقتی راجع به کالای سرمایه حرف میزنیم، خب به خاطر اینکه ارزش پول رو حفظ کنن میرن دلار میخرن یا طلا میخرن، سکه میخرن یا حتی در بورس سرمایه گذاری میکنن، این قابل درکه. ولی چرا خودرو؟ به خاطر اینکه وقتی مثلا خودروی صفر شما میخرید، سال بعد وقتی که مدل اون در حقیقت پایین تر میاد، وقتی که استهلاک پیدا میکنه، وقتی که صفر کیلومتر دیگه نیست، قاعدتا باید از ارزشش کم بشه. همینطوره. با درود. ببینید، این مواردی که شما فرمودین در حالتی هستش که خودرو به ذات و طبیعتش به عنوان یک کالای مصرفی دیده بشه، ولی متاسفانه به خصوص در این اواخر کاملا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و کالای سرمایه‌ای که در واقع استهلاک و مصرف و اینها اونقدر اثر واقعی و طبیعی رو روی این قیمتش و ارزشش نمیگذاره. تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده. مردم که نگران هستن، سرمایه‌های اندک، سرمایه‌هاشون رو میخوان که از دست ندهن، لااقل ارزشش از دست نره با توجه به تورم وحشتناکی که داریم، سعی میکنن بیان به سمت این بازارها. به هر حال بازار خودروهای داخلی با توجه به قیمتهایی که دارن به نسبت قیمت فرض بفرمایید مسکن یا غیره براشون جذابتر هست. تجربیات زیادی رو میبینن، یک ماشینی رو به یک قیمت 10 میلیون تومان خریدن، الان 100 میلیون تومان با وجودی که کار زیادی انجام داده روش هست، و مردم نگران هستن و تمام سعی و تلاششون برای این موضوع هست که فقط به هر شکلی که شده این سرمایهشون رو از دست ندن. وقتی در عمل مشاهده میکنن که ما در چند سال اخیر رشد وحشتناکی روی انواع و اقسام خودروهای چه ساخت داخل، چه خودروهای وارداتی، چه خودروهای دست دوم داشتیم، خب طبیعتاً به سمت این بازار هم میان، هجوم میارن. اتفاقی که افتاده و باعث این گرونی و افزایش قیمتی شده که همچنان هم ادامه داره. آقای مهاجر، یکی از دلایلی که گفته میشه به سیستم قرعه‌کشی رو آوردن این است که مثلا واسطه ها رو حذف بکنند و توزیع خود رو عادلانه تر انجام بشه. آیا چنین هدفی محقق میشه؟ اعتقاد دارم که حتی در این حالت عادلانه هم همون عوامل دارن خودروها رو میخرن، همچون که وقتی بانک مرکزی اعلام کرد که هر کس میتونه بره 5000 دلار با کارت ملیش ارز دلار خریداری بکنه از صرافی ها، دیدیم که در این چند روز مطلقا یک مسافر نتونست که بره در صف وایسه و عواملی صفها رو پر کردن که اصلا شکل مسافر نداشتن. گزارش هایی که در اون روزا منتشر شد مشخص بود که مردم کوچه و خیابون هستن یه جوری عجیب شدن که برن تو صفها وایسن و این 5000 دلار رو بگیرن و بلافاصله متوجه شد. در اینجا هم بخش عمده این خود نصیب کسانی خواهد شد که اینو سفارش میدن، یه پول میدن به دیگران که برن تو صف وایسن. من خودم شاهد بودم که آدمهای دهها بار ثبت نام کردن، به نامهای مختلف ثبت نام کردن، یعنی یک مسیر سازی است که خود دولت در برابر جامعه قرار میده. این کار همین الان روی زمین مسکن داره انجام میگیره، صداش در نمیاد. خیلی موارد بسیار هنگفتری الان روی زمین های شهری مناطق مختلف ایران و حتی مناطق روستایی، من که اینجا شاهدم که 100 سال گشته 50%، 60%، 70%، بعضی وقت 100% قیمت زمین ها بالا رفته. این خرید و فروش های که این زمین ها میشه اصلا دولت اصلا نه میبینه، نه دنبال مالیاتش هست، نه دنبال ثبتش هست، نه دنبال موالد بسیار هنگفتی پول هست که الان به یک وقت دیگر اقتصاد مملکت میده. خودرو هم همینه. خودرو شما گفتید که چرا در ایران افزودگی باعث کاهش نمیشه. ما در تمام 40 سال گذشته سالهای سال بوده که وقتی ماشین میخریدیم 3 سال مصرف میکردیم با سود بیشتری میشدیم. من خودم ماشینی که خریدم، قسطی خریدم 16 میلیون تومان خریدم، خود بیمه 70 میلیون تومان الان قیمت گذاشته به ماشینی که 10 سال دارم استفاده میکنم. دقت کنید که این یک بیماری مزمنه، یعنی یه معماست. دولت فقط به شکل معمایی میتونه حل کنه، ما هم راهکارهای خودش داره. آدمایی که غلط معما رو حل کنن باید بیان به دولت کنن. بسیار خوب. آقای جمشیدی، همه جا یا در خیلی از نقاط جهان عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثر میگذاره. الان 75,000 خودرو قراره که وارد بازار بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. چرا این باعث نمیشه که قیمت خودرو یا افزایش قیمت خودرو مهار بشه؟ همه امیدشون این هست که قیمت خودرو باز هم بالاتر بره.
همینطوره، به جهت اینکه خودرو در اینجا همینجوری که تاکید شد در همین برنامه یک کالای سرمایه‌ای هست. یعنی شما ببینید در همین طرح عجیب و غریب قرعه‌کشی که به نظر من قرعه‌کشی یا این لاتاری که برای خرید هستش، ما شاهد هستیم که یک محصول جدیدی را خودرو ارائه کرده، یک محصول جدید هم سایپا ارائه کرده و مشخصاتشون رو که من بررسی می‌کردم خیلی از مشخصات این محصولات نیومده بود. یعنی مردم حتی گهگاه نمی‌دونستن چه چیزی دارن می‌خرن به عنوان خودرو، فقط به دید اینکه یک سودی رو انجام بدن وارد این موضوع شدن. و در این یکی دو روزه که نتایج این قرعه‌کشی عجیب و غریب در واقع مشخص شد، ما شاهد افزایش قیمت انواع خودرو نو و دست دوم و حتی خارجی در کشور هستیم. تحقیقات میدانی در این یکی دو روز نشون میده که ما افزایش قیمت رو داشتیم برخلاف چیزی که نیت این برنامه بوده. دلیل اصلیش هم این میتونه باشه که ببینید این طرح عجیب در واقع باعث شده که تقاضا رو تحریک بکنه در بازار خودرو. همچنان میبینیم اکثر افرادی که این چند میلیونی که در واقع پای کامپیوترها هجوم آوردن بابت پیش خرید عجیب این و شرکت در قرعه‌کشی، هدفشون کسب سود بوده و به نوعی دلالی بوده و این تقاضا تحریک شده. وقتی چند ده هزار تا فقط تحویل داده شده، ما میبینیم که این افراد وارد بازارهای دیگه شدن و به موازاتش در همین یکی دو روز ما بازار ارز و سکه رو افزایش قیمت درش داشتیم. به جهت اینکه تقاضا تحریک شده، افراد برای خرید خودرو به عنوان مصرف نرفتن و فقط جهت سرمایه گذاری ورود پیدا کردن. از زمانی که نتونستن در بازارهای دیگه اومدن و همین خودرو هم در همین یکی دو روزه باز تاکید میکنم که افزایش قیمت داشته، دقیقا برخلاف نیاتی که آقایون اعلام کرده بوده. آقای مهاجر، اگر ارزش پول ملی داره کمتر میشه و قیمت تمام شده کالا روز به روز داره بیشتر میشه، خودروسازها در چه وضعیتی قرار میگیرن؟ اینها متعهد هستن الان که 75,000 خودرو بدن دست مردمی که در قرعه کشی برنده شدن؟ باید این کار بکنن، ولی شش ماه تو پس کشید. من فکر میکنم که خود خودروسازا هنوز به دقت نمیدونن در شش ماه آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و هزینه ترانسپورت خودرو چقدر میتونه بالاتر قرار بگیره، آیا به این قیمت که دارن میفروشن هم خواهد شد یا یه ضرر هنگفتی دستشون خواهد بود. به طور کلی این پیش فروش ها این خسارت هم داره که در شش ماه بعد، یک سال بعد حساب ها درست در نمیاد. در گذشته بسیار اتفاق افتاده و زیان های انباشته انبوهی که دست خودرو سازا مونده از همونجا ناشی میشه. من فکر میکنم که دولت تفاوت قیمت رسمی قیمت بازار آزاد رو باید از بین ببره. از بین بردنش هم اینه که خودرو ساز ماشینش رو به قیمت بازار آزاد بفروشه. اگه دولت میخواد بخشی از این پول رو در یک جای ذخیره بکنه به نفع صنعت خودرو یا به نفع حمل و نقل عمومی، میتونه که این پول از خودرو ساز بگیره. ولی اینکه ما این ماشین ها رو از این دست قیمت بازار بفروشیم، عین همون بلایی میاد که ما در مورد دلار داریم. وقتی شما دلار 4500 تومانی خودتون دارید یا دلارهای کمتری دارید و در بیرون میدید دلار 18000 تومان میشه، این مابود تفاوت رانت ایجاد میکنه، فساد ایجاد میکنه و بخش بزرگی از این پولهای ارزان هم میره تبدیل به دلارهای گران میشه. بنابراین اگر دولت اعلام بکنه که نرخ دلار من در بانک هم نرخ خیابونه، دیگه این تفاوت اتفاق نمیفته. ولی اون مابود به تفاوت اضافه شد، طبق برنامه بودجه مملکت میتونه صرف هزینه های بکنه که در اثر گران بودن دلار بار میاد طبقات محروم جامعه از این گذره. آقای جمشیدی، در نهایت با توجه به توصیفی که خودتون از اوضاع کردید، چه تضمینی وجود داره که این افرادی که اسمشون در قرعه کشی بیرون اومده و برنده شدن واقعا خودرویی در اختیارشون قرار بگیره؟ هیچ تضمین خاصی وجود نداره. همینجوری که دوست عزیزمون اشاره فرمودن، در گذشته سابقه های بسیار زیادی خودروسازها در خلف وعده داشتن. با توجه به بدتر شدن شرایط اقتصادی و مبهمتر شدن آینده نزدیک در اقتصاد کشور و سایر قسمت های کشور، هیچ گونه تضمینی برای این موضوع وجود نداره. ولی متاسفانه مردم و کسانی که ثبت نام کردن و حالا هر کسی بوده، دلال بوده، مصرف کننده بوده، هر چیزی بوده، از روی ناچاری این عمل و کار رو انجام داره. و من دلم میخواد تاکید بکنم که ما راه‌های خیلی مهمتر از این رو هم داریم که این موضوعات رو کنترل کنیم، از جمله اینکه ما انحصار رو برداریم و این موضوع بسته شدن واردات و غیره رو هم آزاد بکنیم. تا زمانی که این انحصار وجود داره،
این مسائل هم وجود داره. تا زمانی که خودروساز دولتی هست و دولت بیپول هست، از این در واقع دستشامورتی های مثل این لاتاری عجیب و توهین‌آمیز به نظر من انجام میشه، اجرا میشه و هیچ گونه تضمین 6 ماه آینده و 1 سال آینده نه تنها برای قیمت بلکه حتی برای تحویل و نوع تحویلش هم وجود نخواهد داشت. ممنونم از نوید جمشیدی، روزنامه نگار روزنامه آسیا در تهران، و مسعود مهاجر، روزنامه نگار حوزه حمل و نقل و تحلیلگر اقتصادی در تن کابن در شمال ایران. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوباره از ایران خواسته تا بدون تأخیر و به طور کامل به بازرسان این آژانس اجازه بدهد که از دو سایت اتمی ایران دیدن کنند، درخواستی که ایران ماهاست با آن مخالفت میکند. رافائل ماریانو گروسی این تقاضا را در شروع اجلاس شورای حکام در وین مطرح کرده، نشستی که قرار است موضوع عدم همکاری ایران و غنی‌سازی اورانیوم فراتر از میزان و غلظت مورد توافق در برجام را بررسی کند. آمریکا در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرد که در آن ایران را به علت عدم همکاری با آژانس محکوم می‌کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. جلسه شورای حکام آژانس در وین امروز قرار است که عمدتاً به علت محدودیت‌های رفت و آمد مربوط به ویروس کرونا از طریق تلکنفرانس برگزار شود. اگرچه مدیر کل آژانس شخصاً اینجا در سالن حضور داشت، او در بیانیه مقدماتیش از ایران خواست که فوراً و کاملاً با آژانس همکاری کند و به بازرسان آژانس اجازه بازدید از دو سایتی را که در نظر دارند بدهد. بگذارید با نگرانی جدی بگویم، ایران بیش از 4 ماه است که به آژانس اجازه دسترسی به دو نقطه را نداده و بیش از 1 سال است که با ما وارد گفتگوهای جدی برای پاسخ دادن به سوالهای ما درباره امکان وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با آن نشده است. این عدم همکاری بر توانایی آژانس در حل و فصل این موضوعات تأثیر منفی گذاشته. او از ایران خواست که زمینه را فراهم کند برای اطمینان خاطر آژانس در مورد فعالیت‌ها در این دو سایت. من از ایران می‌خواهم که فوراً و جداً با آژانس همکاری کند و فوراً به بازرسان ما اجازه دسترسی به دو سایت مورد نظر ما را بدهد. یکی از این دو سایت که آژانس در پی افشاگری‌های اسرائیل به آن حساس شده در مرکز ایران قرار دارد، در نقطه پشت کوه در نزدیکی جاده اصلی اصفهان به شیراز، در 24 کیلومتری شمال شهر آباده، محلی که فعالیت‌ها در آن قبل از سال 2003 17 سال پیش شروع شد، جایی که گفته می‌شود بعضی از آزمایش‌ها در ارتباط با احتراق و انفجار به عنوان بخشی از برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در آن ممکن است صورت گرفته باشد. و از آن هنگام هر چند وقت تصاویر ماهواره‌ای حاکی از بعضی از فعالیت‌ها در آن بود و سال گذشته ایران آن را با بولدوزر تخریب و پاکسازی کرد. این موجب تأسف ماست که ایران از سوی دیگر می‌گوید رویکرد آژانس بی‌طرفانه و سازنده نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت این کشور تاکنون همکاری‌های خوبی با آژانس داشته و سوال‌های آژانس بر اساس اطلاعات اسرائیل است که دشمنی آن با ایران برای همه روشن است. طبیعی هست که اگر تصمیم غیر سازنده ای گرفته بشه امکان داره که جمهوری اسلامی ایران واکنش درخوری به این تصمیم اونها نشون بده که احتمالاً حدس خواهند زد که تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه خواهد. در این اجلاس شورای حکام که به طور مجازی برگزار می شود، آمریکا به دنبال تصویب قطعنامه است در محکومیت ایران به علت عدم همکاری با آژانس، قدمی اول در مسیر بردن مجدد ایران به شورای امنیت سازمان ملل. ایران قبلا گفته است که در آن صورت ممکن است از MPT خارج شود، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، همان مسیر کره شمالی. کسری نجی، BBC. فرهاد رضایی، مدرس روابط بین الملل دانشگاه یورک از اتاوا در کانادا با ماست. آقای رضایی، مدتی است که الان رابطه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقادیه. فکر میکنید که کار به جاهای باریکتر هم بکشه؟ صدای منو دارید؟
بله بفرمایید. سلام بر شما. راستش من فکر میکنم که بله همونطوری که شما فرمایش کردید، رابطه جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد یک مرحله جدیدی شده، وارد یک مرحله انتقادی شده و تصور میکنم که این موضوع کار به جاهای باریکتر قرار کشیده بشه، همونطوری که سه تا کشور اروپایی الان در صدد تهیه یک قطعنامه هستن علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، و اگر همونطوری که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته، اگر جمهوری اسلامی به سوالات اونها پاسخ نده و اجازه دسترسی به بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مورد نظر رو نده، به احتمال زیاد آژانس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد کرد و این راه رو هموار میکنه برای ارسال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد. وقتی که ایران برجام رو پذیرفت، یکی از چیزهایی هم که رعایت میشد پروتکل الحاقی بود، به این معنا که آژانس میتونه هر وقت که خواست با یک سازوکار مشخص به هر سایتی که لازم میدونه سرکشی بکنه. حالا فکر میکنید که ایران اون رو رعایت نمیکنه، از اون بخش عقب کشیده؟ ببینید، این بحث پروتکل الحاقی طبق برجام قرار بود که ایران پروتکل الحاقی رو به رسمیت بشناسه، هرچند که هنوز این اتفاق نیفتاده ولی مطابق پروتکل الحاقی عمل کرده. این مسئله قابل تأمل هست. منتهای مراتب این که خب قدم‌هایی که جمهوری اسلامی توی اون پنج مرحله‌ای که عنوان کردن و به صورت مرحله‌ای برجام رو نقض کردن، خب این یه جورهای کار رو مشکل میکنه. مضاف بر این، دیروز من دیدم وبسایت انگلیسی مهر نیوز یک مقاله در واقع پابلش کرده بود و یه جورهایی به صورت ضمنی تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی اگر زیاد بهش فشار بیاد در صدد هستش که پنج مرحله رو عملی بکنه که من اینجا عرض میکنم خدمتتون. یکی محدود کردن بازرسی هاست. مرحله دوم افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از این حدی که الان هم چیز افزایش دادن بیشتر بره. یکی پایان اعمال پروتکل الحاقی است، همین مسئله که الان شما فرمایش کردید. مسئله بعدی خروج از برجام و خروج از NPT هستش. تصور میکنم که در روزهای آینده یا شاید در ماهای آینده اگر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی توی شورای حکام صادر بشه یا پرونده برگرده به شورای امنیت، به احتمال زیاد جمهوری اسلامی از همکاری تحت پروتکل الحاقی به نظر من کوتاه خواهد آمد. و در نهایت اگر کار به جایی برسه که یک ایران بخواد به صورت مرحله‌ای این پنج موردی که اشاره کردید رو اجرا بکنه، آیا وضعیت برای ایران بهتر خواهد شد از آنچه که الان هست؟ ببینید، به مراتب وضعیت بدتر خواهد شد، چون همونطوری که عرض کردم خدمتون، اگر قطعنامه صادر بشه توی شورای حکام و اگر پرونده هسته‌ای مجدداً به شورای امنیت بازگرده، این شورای امنیت در واقع قرار مثل همون دوران سابق از سال 2000 و 2002 به بعد در واقع به شکل امنیتی با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برخورد بشه. کاملا واضح و مشخص هست که چه اتفاقاتی قرار بیفته. بدون شک قطعنامه‌های علیه جمهوری اسلامی و صادر خواهد شد. تحریم‌هایی که در واقع در قالب مکانیزم ماشه بوده، مجددا همه این تحریم‌ها برمیگردن و بدون شک کار برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. ولی همینطوری که میدونیم در واقع جمهوری اسلامی تا الان قادر بوده که فشار تحریم ها رو در واقع بر گرده مردم بذاره، به مردم اعمال بکنه به جای اینکه خود جمهوری اسلامی تحت فشار باشه. در نهایت این مردم ایران هستند که در واقع پاسخ این سیاست های غلط جمهوری اسلامی رو خواهند داد. ممنونم از فرهاد رضایی، مدرس روابط بین الملل دانشگاه یورک در اتاوا با ما. و اما جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، هم از نیویورک با ما هستند. آقای برادسکی، شما چی فکر میکنید؟ ایران در وضعیتی قرار گرفته که ممکن هست دوباره پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه داده بشه؟ Is Iran in a position?
من در حال حاضر فکر میکنم که خطراتش داره برای ایران بیشتر میشه. اول از همه فرانسه، آلمان و بریتانیا، یعنی سه کشور عضو اصلی اتحادیه اروپا هستند که دارن در انرژی اتمی این قطعنامه رو جلو میبرن و این هم نکته هستش درباره اجماع اروپا و آمریکایی‌ها که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن در بحث هسته‌ای. این اجماع بعضی موقع باعث میشه که مقابل کوتاهی‌های ایران بیسته و برای همین هم جامعه بین‌المللی به حق نگران هستش از انگیزه‌های ایران و این هم باعث میشه که احتمال اجرا داده شدن پرونده ایران به شورای امنیت بالاتر بره. ایران گفته که در صورتی اینکه پرونده به شورای امنیت مراجعه پیدا بکنه 5 مرحله رو اجرا میکنه، 2 مرحله آخرش پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است و همینطور خروج از NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی. فکر میکنید که ایران چنین کاری بکنه؟ میدونین ایران این گام‌ها رو چندین بار تهدید کرده که انجام میده، این فشارها رو داده نسبت به اقدامات آمریکا یا جامعه بین‌المللی، گفته اگه تحریم تسلیحاتی اعمال بشه این کارها رو میکنه، گفته اگر یه موقع مثلا گزارش‌های دیگه شورای حکام ارجاع داده بشه به شورای امنیت این گام‌ها رو برمی‌داره. راجع به خیلی از موارد گفته این گام‌ها رو برمی‌داره. برای همین خیلی سخته بخوایم پیش‌بینی بکنیم، ولی مسلماً اون چه که می‌دونیم هستش که ایران واکنش نشون خواهد داد، اما اینکه چه جوری واکنش نشون خواهد داد در عین حال که بتونه توافق هسته‌ای رو سرپا نگه داره، باید دید می‌تونه کارو بکنه یا نه. مثلا یه سقفی رو بذاره روی میزان غنی‌سازی اورانیوم، مثلا الان رو 4.5% گذاشته. گام‌های بسیار متعددی وجود داره، ولی حدسم اینه که ایران در این زمینه با احتیاط قدم برداره. اگر ایران تهدید خودش رو عملی بکنه، مثلا از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج بشه، در اون صورت چه خواهد شد؟ من فکر میکنم، من اول از همه من فکر نمیکنم که ایران از توافق منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج خواهد شد. من فکر نمیکنم از NPT خارج خواهد شد، برای اینکه اگه این کار رو بکنه جامعه بین‌الملل به شدت واکنششون خواهد داد از طریق تحریم‌های به شدت قوی. برای همین خیلی بیشتر احتمال داره که ایران اول قدم‌های یک ذره ضعیف‌تر برداره برای اینکه بتونه ناخوشنودی خودشو نشون بده نسبت به کارهایی که جامعه بین‌المللی داره علیش انجام میده. گفتید که با تحریم‌های بیشتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. بسیاری میگن که عرصه‌ای نمونده که از تحریم خالی باشه، عرصه‌ای نمونده که تحریم نشده باشه. در این صورت شده که چه ابزاری در اختیار مثلا آمریکا یا سایر کشورهاست که بخوان بر ایران فشار وارد بکنن؟ من موافق نیستم با این حرف. من فکر کنم خیلی کارهای دیگه هست که جامعه بین‌الملل بتونه علیه ایران انجام بده. مثلا تلاش بکنن که به ایران فشار بیارن که یک توافق هسته‌ای خیلی گسترده تری رو با ایران به مورد اجرا بکنن، یا مثلا بازگشت به بحث تحریم تسلیحاتی یا بازگشت به تحریم‌های جهانی که قبلا وجود داشت با وجود اجماع اروپا و آمریکا در گذشته. برای همین فکر میکنم که گام‌های زیادی هست که جامعه بین‌الملل بتونه علیه ایران برداره. ممنونم از جیسون باتسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در نیویورک. دیشب کانال 4 بریتانیا مستندی پخش کرد با این موضوع که چطور نزدیک به 70 سال پیش سوء تفاهم درباره متن یک تلگراف باعث شد پای ملکه بریتانیا به کودتای 28 مرداد در ایران باز شد. ملکه بریتانیا بر اساس عرف و قانون در این کشور از دخالت در سیاست از جمله سیاست خارجی منع شده. این اتفاق چطور رخ داد و پژوهشگران در این مستند جدید به چه نکات جدیدی دست یافتند؟ کیوان حسینی گزارش می‌دهد. این کشتی ملکه الیزابت است. یک کشتی اقیانوس پیمای قدیمی که قبل از جنگ جهانی دوم ساخته شده و اصولاً زمانی به آب انداخته شد که ملکه فعلی بریتانیا هنوز ملکه نشده بود. اما به هر حال تحقیقات دو پژوهشگر به نام‌های ریچارد آلریچ و روی کورمک هاکی است که نام این کشتی ملکه الیزابت
دلیل سوء تفاهمی شده که چه بسا بر سرنوشت ایران اثر گذاشته. داستان متعلق به روزهای پرتلاطم سال 1331 است. روزهای تنش سیاسی میان نخست وزیر وقت محمد مصدق و محمد رضا شاه پهلوی. مصدق بعد از قیام سی تیر با قدرت بیشتر به نخست وزیری بازگشته بود و دربار تحت فشار بود تا در تحولات سیاسی مداخله نکند. سرانجام در میانه زمستان سال 31 دو طرف نماینده‌های فرستادند تا در جلسه‌ای اختلافات را حل کنند. مصدق تهدید کرد که بار دیگر استعفا می‌کند. شاه این بار عقب نشست و گفت کشور را ترک می‌کند. بر اساس تحقیقات تازه، آنتونی ایدن وزیر خارجه وقت بریتانیا در تلگرافی به آمریکایی‌ها از مخالفتش با این تصمیم شاه گفته و اینکه بهتر است آمریکایی‌ها در غیاب بریتانیایی‌ها که هنوز در ایران سفارت داشتند، شاه را از ترک کشور منصرف کنند. ظاهراً طرف آمریکایی در خانش متن تلگراف دچار سوء تفاهم شده و فکر کرده که این عقیده ملکه الیزابت است. در حالی که اشاره به نام ملکه الیزابت در متن تلگراف، اشاره به نام کشتی ملکه الیزابت بوده، جایی که آنتونی ایدن از درون آن تلگراف را در میانه سفرش به کانادا ارسال کرده. بر اساس همین سوء تفاهم، لوی هندرسون، سفیر آمریکا در تهران به سرعت به دربار می رود و به شاه این پیام را منتقل می کند که ملکه الیزابت شخصا تمایل دارد که او در ایران بماند. نظری که در واقع صحت نداشته. اما به هر حال تا این زمان فهرست بلندبالایی از سیاستمداران داخلی و کشورهای خارجی با خروج شاه مخالفت کرده بودند. در رأس آنها آیت الله کاشانی، متحد سابق دکتر مصدق و احمد قوام، سیاستمدار منتقد شاه که 7 ماه زودتر نخست وزیری را از دست داده بود. شاه قرار بود 9 اسفند بعد از خداحافظی رسمی با هیئت دولت تهران را ترک کند. اما بعد از آنکه گروهی در برابر محل سکونتش در کاخ مرمر جمع شدند و از او خواستند که از سفر منصرف شود، اعلام کرد که نظرش تغییر کرده و در ایران میماند. تصمیمی که عملا موجب شد تا تنش سیاسی میان او و مصدق در سال 32 ادامه یابد و البته در زمان کودتای 28 مرداد او برای امضای فرمان برکناری مصدق در ایران باشد. آیا شاه به خاطر پیام اشتباهی که از سفیر آمریکا دریافت کرد در ایران ماند؟ یا کارزار همه جانبه مخالفان مصدق؟ یا مجموعه این عوامل او را در ایران نگاه داشت؟ پاسخ این سوالات هرچه باشد، خروج او در 25 مرداد سال 32 نشان داد که شاه خیال ترک کشور را در آن مقطع هرگز از ذهن بیرون نکرد و اگر کودتای 28 مرداد به موفقیت نمی رسید، چه بسا هرگز به کشور باز نمی گشت. کیوان حسینی، BBC. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ما. سای عطابکی، این موضوع که تازه از حالت محرمانه خارج شده، به نظر شما چه تغییری در روایت ایجاد میکنه؟ تغییر چندانی در روایت ایجاد نمیکنه. همینجا اشاره کنم که اهمیت این پژوهش برای تاریخ ایران چندان نیست. در یک زمینه‌هایی خب یک پرتوی بر نادانسته‌های ما خواهد انداخت، مثلا نقش خانم املنتون رو برجسته خواهد کرد در این کودتا، مقاله‌ای که ایشون نوشتن، و یا اینکه مثلا در وزارت امور خارجه بریتانیا ما گروه‌هایی داشتیم که اینها بعد از پایان جنگ افسران اطلاعاتی بودند که به وزارت امور خارجه پیوسته بودند و اینها در حقیقت نوعی اون رفتار سنتی وزارت امور خارجه که برخواسته از امپراتوری هند بود دنبال می کردن، یعنی به هر صورت مداخله مستقیم. یک دو جین از اینا ما داشتیم. اینجا اشاره می کنه به نقش آقای سنفله در سفارت در ایران. خب من در پژوهش‌های پیشین خودم هم بارها اشاره کردم که از اینها توی کنسولگری های ایران هم کم نداشتیم، جیکاک، والد و یا حتی در پارلمان بریتانیا. اما این اهمیت این مستند و این پژوهش به داوری من بیشتر به نقش در حقیقت سیاستگذاری در بریتانیا برمیگرده. چگونه ارگانهای متفاوتی در بریتانیا کار میکردند و به نوعی این تلاش میکردند که یک تجربه تازه ای رو در سیاستگذاری های خودشون به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی اعمال کنند و نگران این هم بودند که پای ملکه الیزابت به عنوان کسی که تازه تاج ملکه رو بر سر گذاشته و قرار
ملکه در حقیقت مشروطه سلطنتی باشه و دخالت در امر سیاست نکنه به نارواد به صورتی پاش به این میان کشیده شد. برای اولین بار گویا معلوم شده که در مکاتبه بین مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی از لفظ کودتا استفاده شده. چی فکر می‌کنید در این باره؟ به نظر من بسیار بسیار مهمه، چون برای سال‌ها در حقیقت پژوهشگران اشاره می‌کنند، از جمله من، که واقعا آنچه که اتفاق افتاد در 28 مرداد سال 32 چیزی جز کودتا نبود، اما هستند بودن کسانی که از پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران غیر ایرانی که اکراه داشتن که واژه کودتا را استفاده کنند. حالا ما با نوعی اقرار رسمی و در حقیقت آشکار کارگزاران خود بریتانیا روبرو هستیم که میگن که این در حقیقت کودتا بود. همینجا اشاره کنم به یکی از نکات بسیار پر اهمیتی که در این پژوهش به چشم خورد و من در بخش اول صحبتام بهش اشاره نکردم، و اون هم ترور نافرجام دکتر حسین فاطمی بود که اینجا اشاره میکنه و بسیار مهم بود که این ترور توسط محمد مهدی عبدخدایی از فدائیان اسلام انجام شد که ارتباط داشت با سرویس جاسوسی بریتانیا MI6، و این برای نخستین بار اقرار به این داستان به نظر من جایگاه فدائیان اسلام رو در تاریخ معاصر ایران روشن‌تر می‌کنه. چون شما گفتید که معتقدید آنچه که رخ داد کودتا بود، دیدگاه دیگه‌ای وجود داره که خب کودتا از بالا انجام نمیشه، در حالی که پادشاه به عنوان کسی که در رأس هرم قدرت نشسته سر جای خودش مونده، در این صورت چطور میشه گفت کودتا صورت گرفته و اون هم مثلا کودتایی که پادشاه رو در قدرت نگه داشته یا اون رو دوباره بر ایران مسلط کرده؟ خب لزوماً به این معنا نیست که کودتایی که صورت بگیره اینکه رئیس جمهور یا پادشاه باید عزل بشه. ما نخست وزیری داشتیم که منتخب مجلس بود، مجلس بهش رأی داده بود و شبانه در حقیقت نیروی نظامی به در خانه ایشان رفت و حکم عزل ایشان رو داد. ما در هیچ فرهنگی اگر نداریم، در فرهنگ سیاسی آشنا نیستیم که اگر بخوان نخست وزیر یک مملکت رو از کار برکنار کنن شبانه و با یک گردان نظامی به در خونش میرن و حکم عزلش رو میدن. این در حقیقت بی سابقه است تو فرهنگ سیاسی. من نمیدونم اگر این واژه کودتا برای این رفتار رو اگر نخواهیم انتخاب کنیم پس چه باید انتخاب بکنیم؟ ممنونم از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ما. و اما یرواند آبراهامیان، مورخ تاریخ معاصر ایران، نویسنده کتاب کودتا و استاد پیشین تاریخ سیتی یونیورسیتی نیویورک، از همین شهر با ما هستن. آقای آبراهامیان، شما چی فکر میکنید؟ آنچه که الان روشن شده، از حالت طبقه بندی شده خارج شده، آیا نکته تازه‌ای رو برای شما روشن میکنه؟ خیلی تعجب آور نبود اینکه ملکه بریتانیا شخصا پارش به بحث سیاست خارجی بریتانیا کشید، واقعا حرف مسخره ایه. ولی واقعیتی در این داستان وجود داره، واقعا بحث کودتا نیست. بعضیا مثلا این رو ربط دادن به بحث کودتای سال 1332. اتفاقی که افتاد بحران نهم اسفند بود، بحران نهم اسفند که بر مبنای اون پادشاه ایران محمد رضا شاه چمدوناشو بسته بود که از کشور خارج بشه. حالا من وارد اون بحث نمیشم که چرا این کارو کرد، ولی اساسش این هست که مصدق به توافق رسید که از کشور خارج بشه. در اون مرحله بود یک سری مداخلاتی صورت گرفت از طرف ایالات متحده آمریکا توسط هندرسون سفیر آمریکا که شاه رو قانع بکنن از کشور خارج نشه. ما از اسنادی که آمریکا منتشر کرد فهمیدیم اینه که هندرسون کاری که کرد این بود که رفت به سراغ شاه و بهش گفت یک آدمی که شما خیلی براش احترام قائل هستید، کسی که برای شما خیلی احترام قائل هست،
تأکید داره که شما از کشور خارج نشه. هندرسون اسم اون فرد رو نبرد، ولی قشنگ روشن بود که منظورش پرزیدنت آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا بود که گفت نگران شما از کشور خارج بشید. و به خاطر مداخله‌ای که هندرسون به عمل آورد، شاه تصمیم گرفت از کشور خارج نشه. و بعداً شاه در واقع تشکر کرد از هندرسون و بهش گفت شما باعث نجات تاج و تخت شدین از طریق مداخله‌ای که کردین. و احتمالاً همین اتفاقی بود که افتاد، از این لحاظ که بریتانیایی‌ها هم همون کار آمریکایی‌ها رو کردن. یک مداخله از طرف بریتانیا صورت گرفت از طرف وزارت خارجه بریتانیا که اونها هم شاه رو قانع بکنن که از کشور خارج نشه. روشن بود که یک پیغامی از طرف ایدن به شاه فرستاده شد که از کشور خارج نشو. و شاید او هم همون کار هندرسون رو کرد، بهش گفت نگرانی ما از خروج شما در واقع از بالاترین سطوح کشور ما میاد. احتمالا منظورش ملکه بود، شاید معنیش نبود که ملکه واقعا در این تصمیم مداخله‌ای داشت، ولی او از اسم ملکه استفاده کرد که این نکته رو به شاه تفهیم بکنه. در این سند خاص گفته شده که ایدن این پیام رو از ملکه الیزابت به شاه منتقل کرد، ولی واقعا گفتن که منظور این بود که کشتی ملکه الیزابت، کشتی که نامش ملکه الیزابت بود، شاید این احتمال داشت، ولی واقعا اون چه که ایدن میخواست به شاه بگه اینه که این نگرانی از بالاترین سطوح دولت بریتانیا منتقل شده که شاه نباید از کشور خارج بشه، نمیخواد از کشور خارج بشه. معادل همون کاری که هندرسون کرد که گفت پرزیدنت آیزنهاور نگران شاه از کشور خارج بشه. واقعیت قضیه این هستش، ولی به نظر من اون چه که مهمتر از همه این حرف ها هست اینه که تاج و تخت پهلوی در 28 مارچ نجات داده شد و فقط هم به خاطر مداخله هندرسون بود که باعث شد شاه از کشور خارج نشه. و اون کودتا هم چندی ماه بعد اتفاق افتاد، ولی این مداخله مستقیم آمریکا بود. ما این رو ازش خبر نداشتیم تا اینکه یه سری اسناد اخیراً منتشر شد. هیچ موضوع ناروشنی وجود داره در این زمینه که شما به عنوان یک پژوهشگر بخواید بدونید دربارش الان با اسنادی که منتشر شده؟ درباره 28 مرداد و کودتای 28 مرداد یا اون دوره قبل 28 فوریه که زمان مداخلات سفرهای آمریکا و بریتانیا بود؟ بیشتر منظورم دوره‌ای هست که بین سفرهای آمریکا و بریتانیا و همینطور مقام‌های ایران و از جمله شخص پادشاه مکالماتی در جریان بوده. I think actually we have a very pretty good picture. در حال حاضر ما یک تصور روشن و دقیقی داریم از اتفاقاتی که افتاد، ولی میدونم بعضی تاریخ شناسا محققان هستن که کل روایت اصلی رو زیر سوال میبرن و راجبش ابراز تشکیک میکنن. اما سند ویلبر درباره کودتای 28 مرداد واقعا یک سند محکم و مرجعی هست که میتونیم بهش استناد بکنیم. اون چه که در سند ویلبر بهش اشاره نشده فهرستی از آدمایی بود که CIA بهشون پول میداد، اجیرشون کرده بود، مثلا یه سری نماینده‌های مجلس، روحانیون، خبرنگاران، هر کسی که اون موقع در صحنه سیاسی ایران بازیگر بود و از CIA حقوق می‌گرفت. این فهرست منتشر نشده. شاید ویلبر هرگز اون رو تکمیل نکرد یا هرگز ننوشته بود، شاید در جای نوشته شده ولی در دسترس ما نیست. این رو تنها چیزی است که می‌تونیم بگیم که نمی‌دونیم و خوبه که بدونیم. ولی بر اساس اسنادی که منتشر شده می‌دونیم که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به شدت درگیر بودند
بودن در سیاست داخل مجلس ایران در زمان تصدی مصدق، چون یه سری نماینده مجلس بودن در اون زمان که با سازمان CIA کار میکردن، با MI6 کار میکردن، و برای یک تاریخ‌شناس مهم هست که ببینیم که کدوم اینها پول میگرفتن یا همکاری میکردن. شاید بر اساس آرایی که صادر میکردن و موضع‌گیری هایی که تو صحنه علنی داشتن میتونستیم این رو ببینیم، اما این سندی الان محکمی نداریم که ببینیم این پول ها رو MI6 CIA بهشون داد و چقدر داد یا نه. اما اون سند هایی که منتشر شده نشون میداد که CIA یا MI6 پول های زیادی رو صرف حقوق دادن به همین نماینده ها میکرد، ولی دقیقش و جزئیات چند چونش رو نمیدونیم. ممنونم از یروان ابراهیمیان، مورخ تاریخ معاصر ایران و نویسنده کتاب کودتا. از امروز کشور اروپایی وارد مرحله تازه‌ای از کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا شدند. در انگلستان مغازه‌هایی مثل فروشگاه‌های پوشاک و کتاب باز شدند. در فرانسه هم رستوران‌ها و کافه‌ها در بیشتر نقاط کشور باز شدند. با این حال رئیس جمهوری فرانسه از مردم خواسته تا مراقب باشند، اما در مقابل در بعضی از کشورها هم شرایط در حال بدتر شدن است. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. اولین روز از مرحله تازه کاهش محدودیت‌ها در انگلستان، اشتیاق مردم برای خرید و گاهی همهمه و بگومگو. در انگلستان از امروز بسیاری از مغازه‌هایی که مواد غیر ضروری می‌فروشند باز شدند. مغازه‌هایی مثل این مغازه لباس‌فروشی پشت سر من، همینطور که می‌بینید، مردم برای خرید اینجا صف کشیدند. این مغازه‌ها حدود 3 ماه بود که بسته بودند. با اینکه بسیاری از مقررات ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنان برقراره، اما امروز یک جورای شلوغی دوباره به اینجا لندن برگشته. مغازه‌ها البته باید شرایطی را رعایت کنند. راهروها یک طرفه شدند. مشتری‌ها باید در بدو ورود ژل ضد عفونی کننده دست بزنند و حفاظ‌های جلوی فروشنده‌ها کشیده شده. از وقتی آمار افراد مبتلا اومده پایین، احتمال اینکه از کسی که مبتلا هست ویروس رو بگیرید، چه 1 متر فاصله داشته باشید، چه 2 متر، چه 7.5 متر، بر اساس آمار اومده پایین. بعضی اما معتقدند آنچه راهنمای تصمیم نخست وزیر بریتانیا برای کاهش محدودیت هاست، بیشتر فشار بعضی اعضای کابینه اش است. آنها که نگرانند وضع اقتصاد بدتر و بدتر شود. در انگلستان از امروز همینطور پوشیدن ماسک در وسایل نقلیه عمومی اجباری شد. امروز یک کشور اروپایی دیگر هم قدم‌های تازه‌ای به سمت کاهش محدودیت‌ها برداشت. در فرانسه به جز در چند منطقه، کافه‌ها و رستوران‌ها فعالیتشان را از سر گرفتند. مرزها با کشورهای اروپایی باز شدند و از 2 هفته دیگر پروازهای بین المللی به کشورهایی که شیوع ویروس در آنها مهار شده برقرار می‌شود. با این حال رئیس جمهوری فرانسه از شهروندان می‌خواهد گوش به زنگ باشند. Cela ne signifie pas que le virus a disparu. ما باید با این ویروس برای مدتی طولانی زندگی کنیم. باید مراقب باشیم و آمادگی داشته باشیم، حتی برای برگشت دوباره ویروس، اون هم با شدت و حدت بیشتر. اما هنوز کشورهای زیادی در جهان هستند که در آنها در نبرد انسان با کرونا این ویروس دست بالا را دارد، از جمله در هند، جایی که اخیراً شمار ثبت شده روزانه مبتلایان به 12,000 نفر هم رسیده. بیمارستان‌ها دیگر جای خالی ندارند و از واگن‌های قطار به عنوان بیمارستان استفاده می‌شود. ویروس کرونا حالا چند روز است به چین هم برگشته. آن هم پس از حدود 2 ماه که هیچ مورد تازه‌ای ثبت نشده بود. چین همان جایی است که اولین موارد ابتلا در جهان در آن دیده شد. موارد تازه بیشتر در پکن پایتخت ثبت شده. گفته شده بیشتر آنها به یک بازار عمده فروشی مواد غذایی مرتبط هستند. مسئولان بازار را بلافاصله بستند و محدودیت‌هایی در مناطق اطراف برقرار شده. ترس دوباره به خیابان‌های چین برگشته. ترس از موج دوم ویروس کرونا. اتفاقی که خیلی‌ها در گوشه گوشه جهان نگران آن هستند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. هرات در غرب افغانستان دروازه ورود ویروس کرونا به این کشور است. نخستین مورد ابتلا به کرونا در همین ولایت که هم مرز با ایران است ثبت شد.
الیاس موسوی اهل هرات که همزمان با شیوع کرونا به ایران سفر کرده بود به کرونا مبتلا شد. او در این ویدیو که در شهر مشهد ایران ضبط شده از تجربه خودش گفته. بیماری ما را خانه نشین کرد. فعلا در قرنطینه و علائم چند روز پیش شروع شد. صحبت کردن نمیتونم زیاد. گلوم خارش شدید داره، خسروهای خوش. امیدوارم که چند روز که اطلاع داشتم بیماری می چیه به چهار سرایت نکرده باشه. خیلی نگران اوضاع در آینده هستم. روز بروز حالتم تقریبا بیشتر از 20 روز میشه که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنم. اول یک سرماخوردگی خیلی جزئی بود، فعلا من هیچ گونه مشکلی ندارم، نه تب، نه سرفه، نه جاندر. الحمدلله بهتر شدم. حالا باید برم سمت آزمایشگاه. ماسک کنه رو عوض کردم. جواب آزمایش خودم گرفتیم، کاملا منفی. خب دوران خیلی سخته بچه‌ها. برم یک دست به سر روی خوب بزنم. خوشحالم از این که حداقل قرنطینه در داخل خانه خود شکستاندم. حالا میتوانم با نزدیکان خود، با آنهایی که با آنها عشق میبرزم، تماس داشته باشم، آنها را لمس کنم. آمدن به دل فضای سبز در فصل بهار، او هم بعد از بارش یک باران ملایم، خیلی لذت بخشه. خصوصا به شخص مثل من که حدودا 20 روز الی 25 روز میشه که رنگ بیرون به خود نیده. به فکر اولاد خود بودم، فرزندان، همسر. کلن این مسائل من آزار میداد. اونایی که اونا بعد از من چه خواهند کرد. تا چند روز از مادر خود هم پنهان کرده بودم. همسرم چون با من بود اطلاع داشت که متاسفانه اون هم دوچار شد بعد از این ماجرا. قرنطینه خیلی عذاب‌آور و زجرآور بود. به شکل یک زندانی انفرادی در یک اتاق محبوس باشی و کسی اجازه ملاقات با تو نداشته باشه. در آغوش کشیدن دختران خود، در آغوش کشیدن پسر خود، در آغوش کشیدن همسر خود، لمس اونها برام یک آرزو شده بود. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه حالا در چنین فضای هستم، در چنین رویایی به سر میبرم. امیدوارم هیچ شخص این بیماری تجربه نکنه. یک روایت کرونایی بود از هرات در افغانستان. میتونید این برنامه رو و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر نگاه کردید.